جناب آقای دکتر میلانی، شب شما خوش. قربان شب شما و شنوندگان عزیزتون خوب و خوش. شنونده‌ای میگفتن از آقای دکتر در مورد، چون پژوهشگر هستند و دارن در باب عصر محمد رضا شاه پهلوی کتاب می‌نویسن، پرسش کنین درباره سیاست خارجی شاه در مقابل امریکا. بحثی که این رژیم میکرد و میکنه این است که در دوران شاه غربی ها غنی‌سازی رو، آمریکا به ویژه غنی‌سازی رو کاملا پذیرفته بودن. حالا که ما آمدیم میگن نه. اسنادی که یه بخش اعظمش در همین چند ماه اخیر در اومده و بخش اعظم این اسناد اتفاقا در اینترنت قابل دسترسی است. اگر کسی علاقه داشته باشه میتونید برید به یه جایی به اسم National Security Archive و اونجا یک مجموعه اسناد اتمی ایران و آمریکا رو مربوط به دوران شاه رو میتونید به راحتی دسترسی پیدا کنید. دیگه بسیار جالب در مورد این اسناد اولا این است که نشون میده که آمریکا اتفاقا در اون زمان هم وقتی که احساس میکنه شاه در جهت این داره میره که نیروی شاید اتمی، یعنی بمب اتمی هم آماده باشه ایران برای ساختنش، یعنی خریدهایی میکنه که به اصطلاح دول تکنولوژی بود، دول یوز بود، هر دو استفاده رو میشد ازش کرد و ایران داره میره در پی درست کردن چرخه کامل سوخت و داره با آفریقای جنوبی و فرانسه و اسرائیل و آلمان و سرمایه گذاری میکنه، یک مجادلات بسیار جدی بین آمریکا و ایران درگیر میشه. طرف ایران بیشتر مذاکره کننده آقای دکتر اعتماد بودن، این طرف آدم های مختلف و واقعا شاه و نمایندش در این مذاکرات اعتماد در مقابل آمریکایی ها وایستن و اونها پافشاری میکنن. رژیم جمهوری اسلامی دو دروغ میگه، یکی میگه که آمریکایی ها با ایران مسئله آمریکا بود و این برنامه اتمی رو به دستور آمریکا خرید و اولام که آقای خمینی آمد گفت بخوابونن دیگه، برنامه رو خوابوندن، گفت اینا به درد ما نمیخوره. معلوم میشه که تضادهای و تنش‌های خیلی جدی هست و ایران زیر بار نمی‌رفت و دکتر اعتماد با اینها مجادلات جدی میکنه سر اینکه او پافشاری میکنه بر اینکه ما در چارچوب MPT میخواییم همه حقوق رو داشته باشیم و انقلاب آمد و این تنش‌ها علنی نشد که الان تازه برای اولین بار این اسنادش داره علنی میشه. ولی یه سری اسناد دیگری هم که در آمده به نظر من نشون میده که مسئله برخورد شاه با غرب در واقع فقط در مورد مسئله اتم نبود. برخورد شاه با غرب سر مسئله نفت و سر مسئله خلیج فارس بود، یعنی با انگلستان. شاه از 1965 یک دعوای جدی داشت که واقعا کار گاهی به جاهای باریک میکشه. در یکی دو مورد حتی دولت ایران، در اون زمان وزیر امور خارجه ایران اردشیر زاهدی بود، تهدید میکنن که اگه یه دفعه دیگه مثلا ارتش انگلستان، کشتی های انگلستان در این جاها بیان، ما بهشون حمله میکنیم، که واقعا وزیر اصلا جا میخوره، جلسه قطع میکنه. بعد میگه که بریم ایران حمله میکنه. بله، از زاهدی میگه دفعه دیگه شما اگر این کشتیاتون اینجا بیان، اینا آبهای ایرانه و اگر به این شیوه عمل میکنند ما دستور میدیم که هواپیماهای ما شما رو بزنن. یارو اصلا باورش نمیشه. اینا اسناد انگلیسا میگه، جلسه رو متوقف میکنن و میگن که برید از علم بپرسید که، و از شاه بپرسید که اینو، این حرفا رو زاهدی خودش میزنه یا داره نظرات شاه رو بیان میکنه. چون اگه نظرات شاه رو داره بیان میکنه، ما با مسئله خیلی جدی روبرو هستیم. ولی این مسئله که ایران میخواست قدرت فائق منطقه بشه بعد از رفتن انگلستان و انگلستان نمیخواست بگذره، این یک تلاش خیلی جدی ممتدی رو از 65 تا 74 این طرفا که دیگه در 74
معلوم شد که ایران واقعا قدرت فائق هست دیگه. ایران شد اون چی که بعدها در دکترین نیکسون به عنوان جاندار منطقه میگفتن، ایران شد قدرت فائق منطقه. نیروی نظامی ایران از همه قوی تر بود. آقای علم هم در خاطراتش میگه که نمیدونم 700 میلیون دلار قرارداد بستن برای اینکه بتونن تمام از منطقه رو کنترل بکنن، مخابرات منطقه رو کنترل بکنن. ایوکس داشت ایران میخرید و در زفار ایران رفت و جنبش کمونیستی زفار رو سرکوب کرد و جلوی رشدش رو گرفت، کاری که اگر ایران نمیکرد آمریکایی‌ها باید میکردن. انگلیس ها مخالف این بودن که ایران دست بالا پیدا بکنه، برای اینکه تمام سعیشون کردن که جلوی این کار رو بگیرن و نتونستن، برای اینکه شاه آفشاری میکرد. و بعد از 68 شاه از حمایت آمریکا هم برخوردار شد، برای اینکه نیکسون که آمد پذیرفت این مسئله رو. مسئله دیگری که بین شاه و غرب تو این سالها واقعا برخورد جدی ایجاد میکنه، یک مسئله نفت و دو مسئله شوروی است. قرارداد 1900 که ایران با شوروی میبنده و در مقابل گاز ذوب‌آهن گرفت و یه مقداری خرید تسلیحاتی کرد، این پشت پرده جنگی بین آمریکا و ایران و تا حد کمتری انگلیس و ایران ایجاد کرد. آمریکا تمام سعیش رو کرد که ایران این قرارداد رو امضا نکنه. وقتی که خبردار میشن که ایران داره در جهت امضا این قرارداد میره، سفیر آمریکا میاد به ایران میگه که شما از شوروی نخرید این فولاد رو، ما به شما میدیم. شاه به صراحت بهشون میگه که ما 4 سال 5 ساله داریم با شما مذاکره میکنیم، از شما خواهش میکنیم که فولاد بدید، شما حاضر نشدید بدید، روسا دادن، ما دیگه از اونا میخریم. خیلی اونا فشار میارن که از روسا اسلحه نخره ایران و در این زمینه شاه یه قدم کوتاه میاد، بالاخره موافقت میکنه که چیزهای سنگین، ادوات سنگین نظامی نخره، ولی در حد کامیون و موتور و از این جور چیزا پافشاری میکنه و میخره و روابط ایران و شوروی هم رو به بهبود میره و تو اسناد آمریکا کاملا میشه دید که اینها سخت نگران این قضیه هستن. تا حدی فکر میکردن که باعث و بانی این کار شاید عالی خانی است، برای اینکه عالی خانی قراردادهای تئاتری بین ایران و شوروی و ایران و اروپای شرقی رو خیلی مورد توجه قرار داد و از این نوع قراردادها خیلی زیاد امضا کردن. من یه سندی یک بار اونجا پیدا کردم که بعد کپیش رو دادم به خود آقای عالی خانی، یکی از معاونین خود عالی خانی میره به سفارت آمریکا و در واقع خبرچینی میکنه از عالی خانی و اون گزارش، یه گزارش مثلا 17-16 صفحه‌ای است که سفارت می‌نویسه که ما به نظرمون این سیاست چرخش به شرقی که الان ایران داره می‌کنه و داره متوجه اروپای شرقی و شوروی میشه، این مغز متفکرش باعث و بانیش این عالی خانی است و ما باید هر کاری سعیمون رو بکنیم که اینو از سر کار برداریم. و خب میبینیم که نتونستن و این سرکارش چند سالی بعد از این ماجرا موند. مسئله اصلی البته از 69 به بعد مسئله نفت و نقشی که شاه بازی میکنه در افزایش قیمت نفت و برخوردی که بین ایران و آمریکا و انگلیس پیدا میشه سر این قضیه، که اتفاقا یه مقداری از این اسناد همین چند ماه اخیر برای اولین بار علنی شد، اسناد مربوط به دوران ریاست جمهوری فورد و مقاله‌ای که شخصی نوشت و در روزنامه ها سر صدا کرد، در مجله میدل ایست ریویو بود، بر اساس این اسناد جدید بود و بر این اساس اون شخص کارپندر بود اسمش، فکر میکنم الان خاطرم نیست دقیقا، نیوزیلندی بود مثل این که
ایرلندی بود که توی دانشگاه در فهم کنم یا استرالیا یا نیوزیلند درس میخوند و این کار رساله دکتراش بود. اون خیلی مقاله با جزئیات این رو توضیح میکنه که آمریکا از زمان فورد و از زمان نیکسون شروع میکنن به فشار آوردن و حتی در یک مقطعی در کاخ سفید موضوع تلاش برای برانداختن شاه مطرح میشه و در اون جلسه کیسینجر خیلی قاطعانه دفاع میکنه از شاه و این پیشنهاد رو عبث میتونه، میگه که ما اگر شاه رو برداریم یک تنها آلترناتیوی که خواهد آمد یه چیز خیلی بدتری خواهد بود، این متحد خوب ماست، الان باش مسئله داریم، باید سعی کنیم مسئله رو حل بکنیم و خب تنش ها ادامه پیدا میکنه، تنش های بسیار بسیار جدی، تنش های بین خود شاه و رؤسای جمهوری آمریکا، بین شاه و رؤسای جمهوری آمریکا، بین شاه و نیکسون، بین شاه و فورد، به خصوص بین این دو نفر. و بعد این تسری پیدا میکنه به بقیه، مثلا میگم در بعضی برخوردها وزارت امور خارجه ایران، سفرهای ایران دستور دارن که مقابله بکنن دیگه. و بعد اتفاقا تو این سفر اخیر یک دو سه تا گزارش خیلی جالبی دیدم که آقای زاهدی نوشته بود از در زمانی که در سفارت بود، سفارت ایران در آمریکا 70 و یعنی اولین گزارشی که بر این مضمون هست 76 اوائل 76 که می نویسه که من متوجه شدم که در اینجا در آمریکا لحن مطبوعات نسبت به ایران عوض شده و من متوجه شدم که اپوزیسیون ما خیلی متشکل تر شده، من متوجه شدم که مطبوعات اینجا ما خیلی تندتر برخورد میکنن. من نمیدونم این خبر چیه پشت پرده، ولی فکر میکنم که شما باید بهش توجه بکنید که شاه در حاشیه اینسی که چیزی نیست، یعنی زیاد بهش توجه نمی کنه و واقعا احساس قدرت میکرد دیگه در 75-76. اینا اونقدر در قضیه نفت با شاه به در واقع به تنش و به برخورد میرسن که بر اساس این گزارش میبینیم که بر اساس این مقاله و اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که میبینیم اینا میرن با عربستان میسازن در کنفرانس دوها، کنفرانس دوهای اوپک و دقیقا علیه شاه در واقع یک اتحادی ایجاد میکنن در اوپک برای اینکه قیمت نفت رو پایین بیارن و بدون شک میشه گفت برای اینکه به اقتصاد ایران لطمه بزنن؟ نه، در آغاز تا اونجایی که این اسناد نشون میده علتش این بود که میخواستن به اقتصاد خودشون کمک بکنن، میخواستن قیمت نفت رو بیارن این برای اینکه اقتصاد غرب با رکود روبرو شده بود و تلاششون این بود که، یعنی از دوران نامه که نیکسون مینویسه دقیقا به شما همینه، ما اقتصادمون در حال فروپاشی است و بالا رفتن قیمت نفت یه دفعه دیگه اگه شما ببرید بالا تصریح میکنه این رو. و شاه خیلی سریع با این که میگم واقعا با نیکسون از همه رؤسای جمهور دیگه شاید شاه نزدیکتر بود باش و دوباره توی این اسنادی که من همین اخیرا دیدم در این آشیوا واقعا رابطه شاه با نیکسون خیلی نزدیک بود، به خصوص که شاه بعد از افتادن نیکسون و بعد از واترگیت هم رابطهش رو با نیکسون نگه میداره، یعنی هم شا...
شاه رابطش رو نگه میداره خیلی نزدیک و هم زاهدی رابطش رو نگه میداره و این هر دو خیلی کمک میکنه به این که بعدها نیکسون وقتی که شاه محتاج کمک برای ویزا گرفتن بود به آمریکا و اینا، خب نیکسون جز اولین کسانی بود که بعد از کیسینجر و راکفلر نامه نوشتن و فشار رو بردن به کارتر که شاه رو اجازه بدید به ایران وارد بشه. ولی سر این قضیه نفت واقعا اینها با شاه برخورد داشتن و شاه با اینها برخورد داشت و کوتاه نیامد. جوابی که به نیکسون داد که خاطرات علم هست خیلی جواب قاطعی است، میگه ما دنبال همین چیز هستیم. و خیلی جالبه که بعضی از حرفایی که شاه در اون زمان میزد در مورد مسئله نفت حرفایی است که الان در مورد انرژی خیلی رواج پیدا کرده، رایج شده. شاه خیلی به مسئله یافتن یک آلترناتیو به جانشین تاکید میکرد، میگفت یه چیزی باید بدیل پیدا بکنیم، میگفت که نمیشه هم انقدر متکی به نفت بمونین. یه پیشنهاد خیلی معقولی واقعا در نظر من شاه داشت که اینا قبول نمی کردن. شاه میگفت که ما نمیخواییم قیمت نفت رو زیاد بالا ببریم، ما فقط میخواییم اون تورمی رو که شما در غرب دارید و به لحاظ اون، چون ما این پولا رو شاه بهشون میگیم، میگه ما این پولا رو میگیریم چیکار میکنیم؟ از شما جنس میخریم. نرخ تورم شما خیلی بالاتره از نرخ بالا رفتن قیمت نفت و این در واقع درآمد ما اضافه نمیشه. ما حاضریم یه سبد کالاهای مورد توافق طرفین رو پیدا بکنیم، چیزایی که مورد نیاز ماست، و هی بر اساس بالا رفتن نرخ سالانه قیمت اجناس این سبد ما قیمت نفت رو هم بالا ببریم که در واقع توان خرید ایران ثابت بمونه. و اینها حاضر نشدن این کار رو بکنن. خب و این به نظر من خیلی پیشنهاد منطقی بود، پیشنهادی بود که هم اقتصاد این طرف رو زیاد بهش ضربه نمیزد. ببینید شما واقعا مسئله نفت رو خیلی جالب بهش توجه داشت، یعنی واقعا مسئله نفت رو خیلی دنبال میکرد، خیلی سعی میکرد که ظرافتش رو متوجه بشه. و تجربه دوران دکتر مصدق رو هم پشت سر گذاشته بود که ایران نفت رو ملی کرده بود ولی توان فروش نداشت، متوجه شده بود که این شرکت های نفتی چقدر قدرت دارن در سطح بین المللی، متوجه شده بود که چقدر اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی در هم تنیده هستن و اگر اون بر زیادی فشار بیارن اقتصاد غرب فرو بپاشه، خب اقتصاد کشورهای فروشنده هم ضرر خواهد زد. مسئله دیگری که البته دوباره در موردش به خصوص در اواخر این بحث با آمریکا تنش پیدا میکنه، مسئله کمک به کردهای عراق هست. دوباره من فکر میکنم الان بر اساس این اسنادی که تازه به دست آمده میشه گفت که طراح اصلی این برنامه شاه بود، نه آمریکا بود، نه اسرائیل بود، شاه بود. شاه بود که نامه می‌نویسه به نیکسون و میگه که این نفوذ بیشتری الان شوروی داره در عراق پیدا میکنه، این تونه در واقع تعادل استراتژیک خاورمیانه رو و بعد کل منطقه و بعد دنیا رو به هم بزنه. ما نباید بذاریم این بشه و برای اینکه این تعادل رو باز پس بیابیم ما باید الان علیه دولت عراق وارد فعالیت بشیم و پیشنهاد میکنه که ایران به کمک آمریکا و کمک اسرائیل، یعنی در واقع یک حلقه کمکی به کردهای عراق ایجاد بکنن که خب این کار رو میکنن. و بعدم که شاه تصمیم گرفت
دید که عراق حاضر به عقب نشینیه، چون منافع ایران رو دنبال میکرد و در فکر این نبود که کردستان در کردای عراق برنامه‌شون چیه، خب توافق با صدام کرد و آمریکا کاملا متعجب میشه از این قضیه. یعنی تو ما تو اسناد نیکسون و کسینجر به خصوص میبینیم که اینا چقدر یه دفعه متوجه میشن که شاه داره میره برای دیدار در الجزایر و در اونجا متوجه میشن که بخشی از این برنامه پیامدش همین قضیه هست. یعنی میدونید یعنی خبر نداشتن اصلا شاه میخواد چیکار کنه اصلا در این مورد. من فکر میکنم که بر اساس نامه هایی که کسینجر مینویسه هم به سفارت ایران در اون زمان و بعد ترتیب میده میره شاه رو فوری در اروپا میبینه، نامه هایی که به سفارت وزارت امور خارجه اسرائیل مینویسه، این کاملا حکایت از اون داره که اونها خبر نداشتن. در خیلی مسائل دیگر هم هست که ایران در اون زمان کارایی میکرد که از آمریکا پنهان نگه میداشت. به طور مثلا مشخص بهتون بگم، دوباره من کپی این اسناد رو دارم و در کتاب آوردم. ایران در اوج زمانی که یاسر عرفات فحش به ایران میداد و با فدایان خلق همکاری میکرد و با مجاهدین نمیدونم همکاری میکرد که اینها تعلیمات چریکی ببینن، در همون زمان از ایران دو بار دو فقره چک دریافت میکنه. یک بارش چک 500 هزار دلاریه عرفات، یاسر عرفات، بله. چک رو میدن بهش، جواب نامش هم من هم کپی چک رو دارم، هم کپی نامه‌ای که عرفات می‌نویسه، نامه خیلی محرمانه و به شاه به عنوان یا اخی یاد میکنه و ازش خیلی تشکر میکنه و بعد توی این به اصطلاح گزارشی که آمده همراه این چک دستور شاه هست که سعی کنید این مسئله رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نفهمند، چون اونا ممکنه فکر کنن که ما داریم زیادی میریم به طرف اینها، در حالی که این عملا به نظر میاد که به نوعی باج بود دیگه، باجی بود برای این که شاید اینا در فعالیت‌های هواپیمایی کم تأثیر بکنن یا در کمکشون به، نمیدونیم تو اون جلسه‌ای که تصمیم گرفته میشه این کمک به اونها بشه چه معنی برای این تصمیم بوده، ولی این کار رو میدونیم که بدون چیز کردن. میدونیم که مثلا در قضیه حتی اتمی ایران مراوداتی با اسرائیل داشت و آفریقای جنوبی داشت که آمریکایی‌ها ازش خبر نداشتن. هنوز هم جزئیات این ماجرا رو ما نمیدونیم، هنوز هم این اسناد اسرائیلی در نیامده. تو یک دو تا کتاب از قول مقامات امنیتی اسرائیل گفته شده که، و این رو مثلا یه روزنامه‌نگاری که در اسرائیل کار میکنه و معروف است که به دستگاه با دستگاه‌های امنیتی تماس داره، او گفته که مثلا یه پروژه جریکوی بود و در این پروژه جریکو اسرائیل داشت بدون موافقت آمریکا و بدون اطلاع آمریکا به ایران کمک میکرد که یه سری موشک‌هایی که بالقوه میتونست کلاهک‌های هسته‌ای حمل بکنه بسازه. خلاصه این دوران به خصوص دوران 65 تا 76، دورانی که دقیقا دیگه شاه احتیاجی به کمک مالی غرب نداره، ایران کمک مالی آمریکا دیگه مستغنی شده و بعد از یه مدتی ایران حتی به غربی ها کمک میکنه، شرکت هاشون میخره، شرکت هایی که در حال ورشکستگی هستن میخره. تو این دوران این تصور که شاه، به نظر من و
به نظر من با تکیه به اسناد میشه گفت این که این تصور که در این دوران رابطه شاه با آمریکا مثلا شبیه به دهه 50 بود، دهه 50 مسیحی، واقعا یه نظریه باطلی است. من اینکه دهه 50 شاه کاملا در موضع ضعف بود، آمریکایی‌ها دست بالا داشتن، کمک مالیشون لازم بود، اندازه ارتش ایران رو میتونستن تعیین بکنن. بعد از 65 شاه نیاز به پولشون نداشت، سیاست مستقل در مقابل امریکا داشت، کاملا در مقابلشون به نظر من در مسائل خارجی با استقلالی که برای من خیلی تعجب آور بود و گاهی با برخورد و با تنشی که با غربی ها داشت. یه روایتی برخی از طرفدارای شاه میگن که اونقدر در این کار زیاده روی کرد که غربی ها برش داشتن، که من فکر میکنم من چیزی در این زمینه نه تنها پیدا نکردم، بلکه اسناد خیلی زیادی هست که نشون میده واقعا غربی ها یه جوری طعمه آمریکا، حداقل طعمه بیکفایتی و شلوغی کاخ سفید و مشغله زیاد کارتر با کمپ دیوید بود و این آقای سالیوان برای خودش سیاست خارجی مستقلی چیز میکرد. ولی تا مثلا اواخر 78 واقعا اینا تمام سعیشون رو میکنن، حداقل تو اسناد اینجوریه که یه راهی پیدا کنن که شاه رو حفظ بکنن. ولی دیگه وقتی که آقای بال میاد به ایران، جورج بال میاد به ایران و نمایندگی پیدا میکنه از طرف کارتر که ارزیابی بکنه ببینه شاه میتونه بمونه یا نه، که من گفتم کپی گزارش جورج بال رو هم پیدا کردم. بله درباره صحبت کردید. بله من الان 4 سال بود دنبال این میگشتم. و پیداش کردید. تلفن قطع شد متاسفانه. دیگه